سلام، من سید محمد موسوی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد RNN یا Recurrent Neural Network ها صحبت کنم. اول از همه بگم که ویدیویی که من ضبط میکنم از روی اسلاید های این دو نفر توی MITه که میتونید هم اسلاید ها هم ویدیوهای اصلی به زبان انگلیسی رو از داخل سایتشون intro2deeplearning.com دریافت کنید. اسلاید ها که خب لینک دانلودش همینجاست و ویدیو ها هم توی یوتیوب، اگه کلیک کنید وارد یوتیوب میتونید بشید و ویدیوها رو ببینید. من در واقع Recurrent Neural Network رو دارم از روی لکچر دوم، از روی اسلاید لکچر دوم ضبط میکنم. خب بریم سراغ اسلاید ها. اول از همه برای اینکه درک کنیم RNN یا همون Recurrent Neural Network ها به چه دردی میخورند، بذارید با این مثال شروع کنیم. فرض کنید ما میخواییم مکان این توپ رو پیش بینی کنیم، جهت حرکت این توپ رو پیش بینی کنیم که در آینده قراره به چه جهتی حرکت کنه. بدون این که بدونیم قبلا حرکتش چجوری بوده، اگه بخواییم بررسی کنیم که به کدوم طرف این توپ میخواد بره، صرفا باید شانسی حدسی رو بزنیم که اصلا دقیق نیست. اما حالا فرض کنید که اینجا ما مکان قبلی که این توپ توش بوده و حرکت قبلی رو داریم و میبینیم که این توپ قبلا چجوری حرکت کرده. الان میتونیم با درصد اطمینان بالایی بگیم که این توپ احتمالا قراره به راست حرکت کنه. یه نمونه دیگه از دیتاهایی که دنباله دار هستن و یه سیکوئنس هن میتونه صدا باشه. صدا خب یه دنباله است، یک دنباله از موجهای صوتیه. یا مثلا جملات و متنها یک دنباله از میتونن کلمات باشن یا میتونن حتی دنباله از کاراکترها در نظر بگیریم اونا رو. نمونه های دیگه از چیزایی که دنباله دار هستن و دیتایی که دنباله دار هستن میتونه مثلا بورس باشه، قیمت سهام ها بستگی داره به یک سری از یک دنباله از اتفاقات که در گذشته افتاده. خب حالا ببینیم مشکلی که وجود داره برای پیش بینی کردن کلمه بعدی توی یک جمله چیه و چرا ما به RNN نیاز داریم. فرض کنید یه جمله‌ای وجود داره. خب حالا این جمله This morning I took my cat for a walk، ترجمه فارسی میشه که امروز صبح گربم رو برای پیاده روی بیرون بردم. فرض کنید قسمتی که سبزه کلماتی که به ما داده شده و اون واک کلمه‌ایه که پیاده روی، کلمه‌ای که ما باید ترجمه کنیم. بعد واک رو ترجمه کنیم. مشکلی که وجود داره اینه. زمانی که ما از یک مدل فید فوروارد استفاده می‌کنیم، همونطور که توی دیپ لرنینگ و توی ببخشید نورال نتورک دیدین، از یک مدل فید فوروارد زمانی که استفاده می‌کنیم، سایز ورودی ما محدوده و باید دقیقا بدونیم که ورودی ما طولش چقدره. حالا اینجا هم اگه ما بیایم همون سایز رو محدود کنیم و صرفا از روی دو کلمه، یعنی کلمه فور و کلمه ای بخوایم واک رو پیش بینی کنیم، یه سری مشکلات برای ما وجود داره. اول ببینیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. میتونیم یه وکتور در نظر بگیریم که هر بخش از این نصفه اول وکتور فور رو مشخص میکنه و نصفه دوم ای رو مشخص میکنه. مشکلی که وجود داره، خب یه مشکلی وجود داره که بخوایم برای همه کلمات این کار رو انجام بدیم، سایز وکتور خیلی بزرگ میشه. ولی قبل از اون که حتی به این مشکلات فکر کنیم، خود این ایده که صرفا بیایم از دو تا کلمه استفاده کنیم برای اینکه کلمه بعدی رو پیش بینی کنیم، زیاد منطقی نظر نمیزه. شاید اینجا حالا خیلی اشکال نداشته باشه و کار کنه، اما برای مثال دیگه خیلی خوب کار نمیکنه. نمونهش این جمله است. نمونهش زمانی اتفاق میفته که ما برای پیش بینی به کلماتی نیاز داریم که بسیار بسیار قبلتر از دو کلمه قبل توی جمله دیده شده. برای مثال اینجا گفته فرانسه جایی که من بزرگ شدم اما الان توی بوستون زندگی میکنم. من به صورت فلوئنت صحبت میکنم جای خالی. حالا اینجا خب جواب خیلی واضح است، باید بگه من به صورت فلوئنت فرانسوی صحبت میکنم. این کلمه فرانسوی رو ما از کجا باید بگیریم؟ از اولین کلمه توی این جمله. در صورتی که اون مثالایی که دیدیم که دوتا اون از فور و ای استفاده میکنند، فقط دو کلمه قبل رو از روی دو کلمه قبل کلمه بعدی رو پیش بینی میکرد. حالا فرض کنید اینجا میخواست از روی اسپیک و فلوئنت کلمه بعدی رو پیش بینی کنه. خب هر چقدر مدل ما خوب ترین شده باشه، نهایتا تشخیص میده که یک زبان مثلا فرنچ، پرشین، انگلیش بعد قرار بگیره، ولی هیچ وقت نمیتونه بفهمه دقیقاً
چه زبانی باید قرار بگیره و این اطلاعات دقیقاً اول جمله قرار داره. پس اینکه ما بیایم یک تعداد خاصی از کلمات رو مثلا دو کلمه قبل، چهار کلمه قبل در نظر بگیریم، ایده زیاد جالبی نیست. باعث اینکه ما اصلا نمیفهمیم هیچ وقت که چند کلمه قبل اون کلمه کلیدی وجود داره که ما نیاز داریم برای پیشبینی کلمه بعدی. برای اینکه این مشکل حل بشه، یک کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که از این وکتور استفاده کنیم که اصطلاحاً بهش میگن bag of words، یه کیفی از کلماته. به این صورته که یه سری صفر و یکه که صفرها نشون دهندن که اون کلمه خاص که متناظر با این وکتور حاضر نیست توی جمله، و یک به این معنیه که حاضر هست داخل جمله. خب اینم یه مشکل خیلی واضح داره. مشکلش هم اینه که ترتیب رعایت نمیشه. یعنی صرفا این داره میگه که مثلا کلمه مورنینگ توی این جمله هست، کلمه توک توی این جمله هست، ولی نمیگه این دقیقاً توک کجای جمله است. برای مثال توک با رنگ آبی آسمانی مشخص شده و کت با رنگ صورتی مشخص شده. میبینید که توی جمله اصلی کت دیرتر از توک اومده، ولی توی این وکتور شما اون رنگ آبی آسمون، یکی که به رنگ آبی آسمونی آخر اومده، و هیچ وقت شما نمیفهمید که از روی صرفاً وکتور میتونید تشخیص بدید که چه کلماتی توی جمله اومده، ولی نمیتونید بفهمید با چه اوردری اومده. یه مثال که این قضیه برای ما مشکل ساز میشه این جمله است. اومده گفته که غذا خوب بود، اصلا بد نبود. توی نمونه دوم گفته که غذا بد بود، اصلا خوب نبود. خب این دوتا کاملا معانی متفاوتی دارن. توی اولی نظرش در مورد غذا مثبت بوده، توی دومی نظرش در مورد غذا کاملا منفی بوده. اما جمله غذا خوب بود، اصلا بد نبود، و جمله بعدی که غذا بد بود، اصلا خوب نبود، از کلمات دقیقا یکسانی استفاده میکنن و صرفا ترتیب قرار گرفتن کلماتی که مشخص میکنه نظرش در مورد غذا مثبته یا نظرش در مورد غذا منفیه. و اگه ما بخوایم صرف این که چه کلماتی به کار رفته رو در نظر بگیریم، نمیتونیم تشخیص بدیم که این جمله مثبت یا منفیه، و حتما ترتیب مهمه. یعنی در واقع اینجا کلمات یکسان هستن، چه تو نمونه فارسی که من بهتون گفتم، چه توی خود متن اصلی انگلیسی، دقیقا کلمات یکسانی به کار رفته و صرفا ترتیبه که مشخص میکنه نظر مثبت یا نظر کاملا منفیه. که خب اون bag of words که دیدیم اصلا اینجا نمیتونه به ما کمک کنه، چون bag of words برای جفت این جملات دقیقا یکسانه، اوردر و ترتیب رو نمیتونه نگهداری کنه. یه نمونه دیگه برای اینکه اون مشکل رو حل کنیم اینه که بیایم ترتیب رو هم نگه داریم، به این صورت که انگار یک دنباله ای از bag of words داریم که هر کدوم نشون دهنده اینه که چه کلمه‌ای بوده و اینا پشت سر هم تکرار میشن. یه مشکلی که میتونه وجود داشته باشه اینه که این خیلی طولانی میشه و به دلایل خیلی زیاد منطقی نیست این کار. اما بزرگترین مشکلی که پیش میاد اینه که فرض کنید this morning رو ابتدای جمله مدل ما زیاد میبینه. یواش یواش متوجه میشه مدل ما که this morning نشون دهنده یک زمانه، داره تایم رو میرسونه، مفهوم این داره که در چه زمانی یک اتفاقی افتاده. چون this morning همیشه اول جمله بوده، فقط به یک نودها و وزنهای خاصی متصل بوده توی یک مدل فید فوروارد. تمام این مثالی که داریم میزنیم میخوایم یک پیشبینی رو، یک چیزی که نیاز به سیکونسی از اطلاعات داره تا یک چیزی رو پیشبینی کنیم و فیکس کنیم سایزش رو و به یک مدل فید فوروارد بدیم و در نهایت به نتیجه برسیم که چنین چیزی نشدنیه. نمیتونیم به یک مدل فید فوروارد یک سیکونس از دیتا رو بدیم که پیشبینی کنه. حالا اینجا الان این کار هم به این نتیجه میرسیم که نشدنیه، به خاطر اینکه گفتم this morning رو اگر بارها و بارها و بارها ابتدای جمله ببینه متوجه میشه که این نشون دهنده یک زمانیه که یک اتفاقی افتاده. اما مشکلی که وجود داره اینه که چون همیشه ابتدای جمله اومده، فقط به یک وزنها و نودهای خاصی متصله و فقط اون قسمت از شبکه عصبی ما، شبکه عصبی فید فوروارد ما، یاد میگیره که this morning نشون دهنده تایمه. حالا اگه این this morning یعنی امروز صبح یک بار آخر جمله بیاد، دیگه نمیتونه تشخیص بده که این همون معنی تایم رو میرسونه، چون this morning همیشه اول جمله اومده، فقط اون وزنهایی که مربوط به اون قسمت از شبکه عصبی فید فوروارد ما بوده ترین شده. این هم یه مشکله که در واقع پارامترها رو شیر نمیکنه. همجایی که میبینید توی مثال بعدی this morning آخر جمله اومده و عملکرد شبکه عصبی فید فوروارد ما به هم میریزه و نمیتونه درست تشخیص بده this morning رو. خب حالا ما باید
یه شبکه عصبی داشته باشیم که این 4 تا ویژگی رو داشته باشه بر اساس مشکلاتی که توی قبل دیدیم. اول از همه این که باید دنباله‌هایی که سایزشون فرق می‌کنه رو هندل کنه. متوجه شدیم که نمیتونیم یک سایز فیکس شده رو بدیم به شبکه عصبی و کار کنه. دوم از همه این که باید نیازمندی‌های طولانی مدت رو بتونه درک کنه و پیدا کنه. اون مثالی که گفته بود که من فرانسه به دنیا اومدم ولی توی بوستون زندگی میکنم و به صورت فلوئنت توی زبان فرانسوی رو صحبت میکنم. خب اون کلمه من فرانسه به دنیا اومدم ابتدای جمله اومده بود و خیلی دورتر بود از اونجایی که میگفت من به صورت فلوئنت فرانسوی صحبت میکنم. این میشه ترک کردن نیازمندی های طولانی مدت. سومین مورد هم که متوجه شدیم باید ترتیب رو حتما رعایت کنه. اون مثالی که در مورد غذاها بود مشخص شد که کلمات میتونن دقیقاً یکسان باشن ولی صرفاً ترتیب قرارگیری کلمات معنی رو عوض کنه. و چهارمین مورد هم این که باید پارامترها رو تو کل اون سیکونس بتونه شیر کنه. مثالی که در مورد دیسمورنینگ زدیم که اگه دیسمورنینگ ابتدا بیاد و انتها بیاد نباید خیلی فرقی بکنه برای شبکه عصبی. راه حلی که ارائه شده امروزه RNN یا Recurrent Neural Network ها هستن که یک روی کرده برای حل این مشکلات. خب حالا ببینیم RNN چجوری کار میکنه. یه مدل یه شبکه عصبی فید فوروارد به این صورت کار میکنه که حالا در ساده‌ترین حالت یه ورودی داره، یه سری لایه پنهان داره و یه خروجی وای هت داره که میبینید. RNN به این صورته که ورودی ها وقتی به لایه های پنهان وصل میشن، لایه های پنهان باز خودشون توی اون لول به همدیگه وصل میشن و دنباله دار بودن دیتا رو در واقع حفظ و درک میکنن. خب توی RNN اتفاقی که داره میفته چیه؟ ما یه ورودی XT داریم که در واقع T نشون دهنده زمانیه که این ورودی رسیده. چون ورودی ما دنباله است به یک ترتیب خاصی میاد، اول X1 میاد، بعد X2 میاد، بعد X3 میاد. اون عددی که اندیسی که به X میدیم در واقع نشانگر زمانیه که اومده. زمانی که XT وارد شبکه میشه یه HT هم وارد شبکه میشه که اون HT حالت قبلی سیستمه. در واقع ما حالت قبلی سیستم رو اینجوری حفظ میکنیم با این لوپی که روی اون لایه های پنهان وسطی زدیم. خب پس اتفاقی که میفته اینه که ما یه HT داریم که این HT اینجوری به دست میاد که حالت قبلی HT منهای 1 رو میگیره، XT که ورودی زمان حاله رو هم میگیره. در واقع HT منهای 1 حالت قبلی دیگه، مال زمانی که XT منهای 1 داشته به عنوان ورودی داده میشده، یک تابع مثل همون حالت شبکه‌های فید فوروارد روشون اعمال میکنه و حالت جدید رو HT رو میسازه. پس HT یعنی خروجی حالت فعلی میشه حالت قبلی و ورودی فعلی. در واقع فقط بر اساس ورودی تصمیم نمیگیره، بر اساس ورودی و حالت قبلی که سیستم داشته داره تصمیم میگیره. اگه بخوایم ببینیم چجوری کار میکنه، این یه نمونه کدیه که نوشته شده برای RNN با استفاده از تنسر فلو. اول میاد هیدن استیت رو همه رو مقداردهی میکنه، مقداردهی اولیه میکنه و سنتنسمون هم یه لیستیه از کلمات I love recurrent neural. بعد میاد داخل یه حلقه این کار رو انجام میده. داخل یه حلقه کلمه فعلی رو پاس میده به RNN به علاوه هیدن استیت و از این یه پردیکشن میگیره و یه هیدن استیت جدید میگیره. حالا این هیدن استیت که از کلمه قبلی اومده برای کلمه بعدی دوباره به عنوان هیدن استیت داده میشه به این RNN و در نهایت هم پردیکشن میشه پردیکشنی که برای کلمه بعدی استفاده میشه. اگه بخوایم دقیق تر بشیم که RNN داره چجوری کار میکنه، RNN خیلی شبیه به همون مدل فید فوروارده، شبکه عصبی فید فوروارد، منتها با این تفاوت که علاوه بر این که ما بر اساس یه XT بر اساس ورودی و اعمال کردن وزن روی اون ورودی داریم تصمیم میگیریم و در نهایت هم یک تابع غیر خطی رو اعمال میکنیم که اینجا حالا تانجان هایپربولیکه، یه HT منهای 1 رو هم داریم اعمال میکنیم با وزن خودش. یعنی یه HT منهای 1 هست که اونم باز یه سری ماتریس وزن داره که اونم اعمال میشه
این دوتا با هم دیگه جمع میشن و یه تابع غیر خطی هم روشون اعمال میشه. توی حالتی که توی مدل فید فوروارد دیگه این قسمت اول که HTML های یک هست رو نداریم، فقط XT و وزن های XT که اینا مالتیپلای و جمع میشن و یه تابع غیر خطی اعمال میشه روشون. خروجی هم که مثل همون حالت مدل فید فوروارد یه وزن داره و بر اساس اون ورودی و وزنش حساب میشه. اگه بخوایم به صورت یک گراف RNN رو نشون بدیم، کارکردش رو هم بهتر درک میکنیم. الان RNN این چیزی که سمت چپ هست، یه لوپ شما میبینید روی اون حالت پنهان وسط، یه لوپ میبینید که این لوپ رو اگه باز کنیم به شکل یک گراف در میاد و درک بهتری هم میتونیم داشته باشیم که RNN چجوری داره کار میکنه. میتونیم به صورت چندین شبکه عصبی فید فوروارد رو در نظر بگیریم که هر کدوم از این شبکه های فید فوروارد دارن وضعیتشون رو پاس میدن به شبکه سمت راستیشون. یعنی در واقع اینجا الان x صفر اومده، یه سری پردازه شده، یه خروجی y هت صفر هم داره، منتها حالت درونیش رو پاس میده باز به یه شبکه دیگه که اون شبکه بر اساس اون حالت قبلی و ورودی جدید که x یکه میاد y هت وان رو پیش بینی میکنه و همینجور الی آخر. حواستون باشه که هر چقدر ما داریم میریم جلو، انگار داریم توی زمان هم جلو میریم. یعنی x1 در واقع زمانی بعد از x0 و x2 هم زمانی بعد از x1 اومده و در نهایت هم xt و y هت t و اینا وزناشون هم از یک وزن ما برای این کار داریم استفاده میکنیم، وزنها تغییری نمیکنه. هر کدوم از اینا یه لاس، یک در واقع آره یک لاس تولید میکنن که مجموع تمام این لاس ها میشه اون مقدار لاس کلی که شبکه عصبی ما داره. این هم یه نمونه از RNN هست که حالا توضیحاتش خیلی نیاز نیست، اگه صرفا اینجا اومده که ببینید به چه صورت پیاده‌سازی میشه و خیلی توی کد پیچیده نیست. اگه دوست دارین یه مدل یه RNN رو بعد از این ویدیو دوست داشتین پیاده‌سازی کنید، میتونید به همون سایتی که اول بهتون نشون دادم intro2deeplearning.com مراجعه کنید و آزمایشگاهش رو روش کلیک کنید و یه نوتبوک مال پایتونه که میتونید اجرا کنید و آزمایشگاهش رو بگذرونید. خب حالا چجوری بک پروپگیشن رو اجرا کنیم؟ توی مدل فید فوروارد بک پروپگیشن رو میدونید که چجوریه. مشکلی که ما اینجا داریم اینه که بک پروپگیشن رو نمیتونیم به حالت عادی که تو مدل فید فوروارد انجام میدادیم انجام بدیم، به خاطر اینکه ما باید در زمان هم به عقب برگردیم. به خاطر همین بک پروپگیشن رو که انجام میدیم باید توی اون حالت پنهان وسط یکی یکی به عقب برگردیم، چون ما داریم انگار هر کدوم از این نشون دهنده یک زمانه و بک پروپگیشن مقداری پیچیده‌تر میشه از حالتی که مدل فید فوروارد بود. حالا اشکالی که توی بک پروپگیشن پیش میاد چیه؟ ما یکی یکی داریم به عقب برمیگردیم و داریم از یه سری وزن استفاده میکنیم. اشکالی که پیش میاد اینه که این وزنها انقدر توی این بک پروپگیشن مالتیپلای میشن که دو تا اشکال پیش میاد، یا خیلی خیلی کوچیک میشن یا خیلی خیلی بزرگ میشن. در واقع اگه وزن یک مقداری بین 0 تا 1 باشه، مقدارش خیلی خیلی کوچیک میشه. اگه بزرگتر از 1 باشه، مقدارش خیلی خیلی بزرگ میشه. حالت اول حالتیه که مقادیر خیلی زیادی بزرگتر از 1ه، چون در طول زمان داریم برمیگردیم و اینا هی مالتیپلای میشن در هم دیگه، یک مقدار خیلی بزرگ میشن. مثلا فرض کنید 2 رو یا 3 رو چند بار در خودش ضرب کنیم، مثلا 2 به توان 10 یه عدد خیلی بزرگ میشه نسبت به وزنایی که ابتدا 2 بودن، میشه مثلا 1024. فرض کنید 2 به توان 10 میشه 2 به توان 20، یعنی این سیکونسمون دنبالش بیشتر باشه، یه چیز نزدیک به 1,000,000 میشه. 2 به توان 30 باشه، نزدیک به 1,000,000,000 میشه. اگه مقادیر کوچکتر از 1 باشن، دقیقا برعکس این رخ میده. مثلا فرض کنید 25 صدم رو چندین بار در خودش ضرب کنیم، خب اتفاقی که میفته اینه که خیلی خیلی کوچیک میشه و در نهایت انگار تبدیل به صفر شده. برای حل این مشکل 3 تا راه حل داریم. راه حل اول اینه که اکتیویشن فانکشن رو عوض کنیم و توی اکتیویشن فانکشن هایی که انتخاب می‌کنیم این مشکل رو حل کنیم. راه حل دوم اینه که موقعی که داریم وزن ها رو مقدار اولیه می‌کنیم، هوشمندانه این کارو بکنیم که این مشکل پیش نیاد. و راه حل سوم هم اینه که توی معماری شبکه‌مون این کار رو این مشکل رو حل کنیم.
علت این هم که ونیش اینگریدینس یعنی همون کوچک شدن وزن ها خیلی مشکل ساز میشه اینه که مقادیر خیلی کوچیکی رو گفتم در همدیگه ضرب میکنه و اینا خیلی کوچیک میشن و در نهایت انگار دارن تبدیل به صفر میشن. بعد حالا این مشکل زمانی بزرگتر میشه و زمانی خودش رو خیلی نشون میده که ما لانگ ترم دپندنسی داشته باشیم، یعنی وزن ها همینطور که داریم به عقب برمیگردیم کوچیک و کوچیکتر میشن و هرچی عقبتر بریم بیشتر نزدیک به صفر میشه. برای همین شاید همین وزنهایی که بین صفر و یک در همدیگه ضرب بشن خیلی مشکلی توی اون مرحله ابتدایی نداشته باشن، اما همینطور که میره عقب بیشتر نزدیک به صفر میشن و این باعث میشه لانگ ترم دپندنسی وزن خیلی کمی بگیره و به حساب نیاد و تبدیل بشه به یک مدلی که فقط شورت ترم دپندنسی رو میفهمه، مثل همون مدل فید فورواردی که گفتم. فرض کنید فقط دو تا کلمه رو در نظر میگیریم، بعد مشکلی که به وجود میاد این بود که توی یه جمله ای که اون کلمه کلیدی برای پیش بینی کردن اول بود ما نمیتونستیم لانگ ترم دپندنسی رو درک کنیم، ببینیم و پیش بینی کنیم بر اساسش. اینجا هم همین مشکل دقیقا پیش میاد، علاوه بر اینکه حالا کلا وزن ها نزدیک به صفر میشن، مشکل اینجاست که هرچه به عقب تر میریم وزن ها نزدیک تر میشن به صفر و اون تاثیر لانگ ترم دپندنسی توی مدل کمتر میشه. حالا اینجا یک مثال هم آورده، گفته که ابرها در که حالا مشخص آسمان، ابرها در آسمان هستن، یا اون مثال I grew up in France که من گفته بود من تو فرانسه بزرگ شدم ولی توی بوستون زندگی میکنم و به صورت فلوئنت فرانسوی صحبت میکنم. توی حالت اول کلمه کلیدی که ما حدس بزنیم که ابرها داخل چه چیزی هستند، خب خود کلمه ابر دیگه، ابر که باشه میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً کلمه‌ای که بعد پیش می‌کنیم آسمانه، می‌خواد بگه ابرها در آسمان هستند. اینجا فاصله بین ابر و آسمان خیلی زیاد نیست، ولی توی مثال دوم فاصله بین فرانسه که کلمه کلیدی مونه تا اون قسمتی که می‌خواد بگه من به صورت فلوئنت فرانسوی حرف بزنم خیلی زیاده. اگه بخوایم این مشکل رو با اکتیویشن فانکشن حل کنیم، می‌تونیم از ریلو برای اکتیویشن فانکشن استفاده کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که اکتیویشن فانکشن هایی مثل سیگموید و تانژانت هایپربولیک هر دوشون مقادیری کوچیکتر از یک رو میدن به ما و این باعث میشه که همون اشکالی که گفتم پیش بیاد، یعنی مقدار بین 0 تا 1 وقتی تعداد دفعات زیادی در خودش ضرب بشه یا در مقادیر بین 0 و 1 دیگه ضرب بشه خیلی خیلی کوچیک میشه. تانژانت هایپربولیک هم بجز زمانی که ورودیش 0 که خروجیش 1 میشه در بقیه حالت‌ها خروجی کوچکتر از یک تولید میکنه و بازم همین مشکل پیش میاد مثل دقیقاً سیگموید، ولی ردو همونطور که میبینید از صفر به بعد خروجیش یکی. حالا البته این هم یک مشکل شاید به حساب بیاد چون خروجیش کلن یا یک یا صفره، حالا خیلی شاید تابع خوبی نباشه برای خیلی از شبکه‌ها، ولی به هر حال یکی از راه حل هاست. راه حل دوم اینه که از آیدنتیتی ماتریکس استفاده کنیم برای مقدار دهی وزن ها و این باعث میشه که از کوچک شدن وزن‌ها و به صفر رسیدنشون جلوگیری بشه. اما راه حل سوم و تقریبا پرکاربردترین راه حل اینه که از گیتد سل استفاده کنیم. گیتد سل ها و برای مثال حالا توی چیزایی که از شبکه‌های عصبی که از گیتد سل استفاده میکنن، لانگ شورت ترم مموری، شبکه‌های لانگ شورت ترم مموری یک معماری پیچیده‌تری دارن و از واحدهای پیچیده‌تری استفاده می‌کنن برای کنترل کردن اطلاعاتی که از زمان‌های قبل داده میشه و گزینه مناسبی هم برای حل این مشکل. خب صحبتمون در مورد ریکارنت نورال نتورک‌ها همینجا تموم میشه، چون بعد از این توضیحات لانگ شورت ترم مموریه که خیلی طولانی میشه اگه بخوایم وارد اون بشیم. امیدوارم مطلبی که تو اینجا گفتم براتون مفید بوده باشه و بازم میگم منبع این اسلاید ها دوره ای که توی MIT برگزار شده و این دو نفر اون رو ارائه دادن. من از روی دیپ سیکونس مدلینگ لکچر دوم این ویدیو رو براتون دارم ضبط میکنم، اگه دوست داشتین میتونید اسلاید های کامل رو از اینجا دانلود کنید یا ویدیوی خودشون رو ببینید که انگلیسی هست. برای آزمایشگاه هم میتونید تو این قسمت کلیک کنید روی این لینک، وارد گیت هاب میشید و اونجا میتونید آزمایشگاهش رو هم ببینید و یه شبکه عصبی رو خودتون پیاده سازی کنید با حالا توضیحاتی که اونجا نوشته شده و راهنماییتون میکنه.
خیلی ممنون، امیدوارم براتون مفید بوده باشه.